دختر شاهم ولیکن رو به فقر آوردم زیب و زینت بس همینم نام من زیب نساس شاگردای خوبم سلام امیدوارستم خوب باشین ما امروز درس ادبیات دری سنف هفتم داریم امیدوارستم کتابچه قلم و کتاب ادبیات دری سنف هفتم نزدتان موجود باشد درس امروز ما یکی از شعرهای زیب نسا متخلص به مخفی است که در صفحه 75 کتاب ادبیات دریتان موجود است من شعر اول براتان میخوانم بعد از او خط به خط میخوانم و معنی میکنم و همچنان معنی شعر در سلاید به خط آبی برتان نوشتم کردیم درس 16 کتاب ادبیات دلی صنف هفتم است راجی به زیبنس های مخفی هدف درس چیست؟ علاقه و آشنایی کی با شاگردها با شاعران دریگوی تقویت مارت های اساسی زبان و آشنایی با زمیر در متن درس و همچنان معنی شعر از زیب نساس پیش از که به درس نو بریم از شما راجع به درس گذشته یک دو سوال دارم کی بر ما گفته میتونه که زمیر و مرجع زمیر چی را میگن؟ اینجا ما یک جمله بر آوردیم در جمله احمد یک پسر باهوش است او هر روز مطالعه می کند بسیار عالی احمد چی است؟ مرجع زمیر آفرین خب او چی است؟ او آفرین او زمیر است بسیار عالی خب در مورد زندگی نامه مخفی کی بر ما معلومات میته؟ بسیار عالی در مورد زندگی نامه مخفی به طور خلاص کسی میتونه معلومات بته؟ بسیار عالی کلتان یاد دارین؟ خب بسیار عالی مخفی یکی از شاعران زبان فارسی دری هست که ای تقریبا چهار هزار بیت نه در کجا به دنیا آمده؟ در هند و در اونجا از دنیا رحلت کرده در چند سالگی به شیر سرودن شروع کرد در 21 سالگی بسیار عادی. حالا میریم به طرف نمونی کلام مخفی اول ما شعر از روی برتون میخوانم بعدا شعر خط به خط خوانم و معنی میکنم به شب رویت به چمن نشو نما هیچ به پرتو رویت به رخ شمس زیا هیچ روزی که محیط کرمت موج برارد بر موجه هر موجه دوست کوه خطا هیچ گر خون جگر در رحت از دیده بریزد بی حسن قبولت ز سمک تا و سما هیچ بی روی تو کونه این به یک جو نستانیم بی جلوه حسن تو مرا هر دو سرا هیچ رفتیم از این غم کده و جز غم ایام در بدرقه خیش ندیدیم به قفا هیچ مخفی و فهان کش که در گلشن مقصود به زمزمه مرغ چمن ساز و نوا هیچ خب آل ما و شما شعر چی میکنیم؟ معنی میکنیم خب خط اولش میگه به شب نمی رویت به چمن نشو نما هیچ مقفی مخاطب خداوند قرار می میگه تازگی و تراوت چمن بدون تو ممکن نیست بی پرتو رویت بر رخ شمس زیا هیچ بدون روشنایی روی تو بدون تو آفتاب کمرنگ حتی تاریک حتی موجود نمی باشد. روزی که محیط کرمت موج برارد او روزی که کرم و بخششت ظاهر شود چی میشه؟ بر موجه هر موجه دوست کوه خطا هیچ کوها در مقابل او ایچ است گر خون جگر در رحت از دیده بریزد اگر در رای تو زاری و ناله کنیم خون دل بخوریم بی حسن قبولت ز سمک تا و سما هیچ اگر به درگاهت قبول نشد از زمین تا آسمان هیچ است یعنی همه چیز از زیر زمین تا آسمان و فرمان خداوند است بیروی تو کونین و یک جاو نستانیم کونین مراد از هر دو جهان است ای را هیچ خریدار نیستیم نمیخوریم به یک جاو هم نمیخوریم نه؟ بی جلوه اصن تو مرا هر دو سرا هیچ بدون دیدن روی تو هر دو عالم برای من ارزش ندارد یعنی دنیا بی ارزش است رفتیم از این غم کده و جز غم ایام از این ماتم که در رفتیم جز غم روزگار وقتی که انسان میره از این دنیا به جز از غم روزگار به جز از اعمال نیکی که کده دیگه چیز کتش نیست نه امیر مخفی میگه در بدرقه خیش ندیدیم به قفا هیچ یعنی این چیز ما را بدرقه نکد به جز امو اعمال ماست یعنی ما در پشت سر خود چیزی دیگر را به جز از اعمال نیک خود و به جز از غم روزگار ندیدیم مخفی به فغان کوش که در گلشن مقصود مخفی میگه تو چی کو کوشش کو کمی فغان و ناله داشته باشی بی زمزمه مرغ چمن ساز و نوا هیچ یعنی چون ناله و فریاد خودش نشانه چی هست نشانه دل پاک و قلب پاک است یعنی انسان وقتی که از دل ناله میکنه به مراد و مقصد که داره چیزی که داره به او چی میکنه میرسه خب در این بخش ما به لغات درس تون صحبت میکنم گرچی لغات درس در قسمت آخر کتاب اگر شما مراجع کنین به کتاب دریتان دریتون در اینجا کلش نوشته شده باز هم براتون بعض لغاتی که در قسمت آخر کتاب معنی نشده اینجا ورده ایم. مثلا مدیه, سرا چی میگه؟ شاعر که اشعار مدهی میگه نه نشون ما چی میگه؟ رشت و رویده میگه تمایل گرایش محضر حضور خرم جوانمردی موج بلند شدن آب دریا جنبش و طوفان خطا اشتباه نادرست سمک عمق زمین خب حال درس ها در قسمت خلاصه شما و شما گپ میزنیم خلاصه درس ما راجی به چی بود؟ ما راجی به زیب نسا بیگم گفتیم که یکی از زنان شاعر زبان فارسی دری است که در سال 1048 هجری قمری در اندوستان به دنیا آمد و آموزش های نخستین از محضر بانو حافظ مریم فرا گرفت و سپس نزد ملا سید اشرف مازندرانی با آموزش ادبیات دری عربی و تمرین خط پرداخت او در یک سالگی به شعرگویی آغاز کرد اشعار از او بیشتر جنبی عاشقانه داشت و گای هم رنگ عارفانه را به خود گرفته است مجموعه اشعار او به بیش از چار هزار بیت می رسد که در قالب‌های های مختلف سروده شده همچنان شعر از مقفی که او شعر زو مخاطب گیر قرار داده بود خداوند قرار داده بود که بدون خداوند حتی زنده وجود نداره تا آفتاب و وجود نداره و او تمام چیزایی که ما در جهان میبینیم او را خداوند هست کده او به خداوند خود خطاب خدا قرار داده بود راجی به او شیچ سروده بود این را در مورد شما و شما خانده ای ایام خلاصه درس ما بود و دیگه ای که میبینیم درس را که خانده ایم چی میکنیم در این قسمت ارزیابی میکنیم در ارزیابی درس یک چند لغت ها آورده ایم شما او را بر ما معنای بگین سمک چی را میگن؟ بسیار خوب زمین عالی کونن چی را میگن؟ اردو جهان بسیار عالی مدیه سرا چی را میگه؟ شاعر که اشعار مدیهی بگویه بسیار عالی تمایل چی را میگه؟ گرایش میگه نه؟ و محضر چی را میگه؟ بسیار عالی حضور میگه خوب شاگرده عزیز امیدوار هستم در گرفته باشین ما شعر از زیب نسا مخفی را خانده ما شعر معنی شد و راجی بلاغاتش هم گب زدیم در این قسمت ما میخوایم برتان خانگی بتم. در کارخانگی تان شما چی میکنین از مجموعه اشهار مخفی یک بیت انتخاب میکنین و در مورد او چند سطر در کتابچه های خود مینویسین و با فامیل هم شریک میسازین. در کار خانگیتان البته در صفیه 78 کتاب ادبیات دری صنف هفتم است در درس آینده را اگر وقت داشته یک دفعه مرور کنین خوب شاگرده عزیز تشکر از توجهتان تا درس آینده که من به حضور شما حاضر میشم خدا حافظ و ناصرتان